سلام رفقا، حالتون چطوره؟ مسعود پانیشی هستم و خوش اومدید به یه ویدیو یه گیم پلی دیگه. رفقا امروز یه اتفاق خیلی پشم ریزونی افتاد. یعنی همین الان که دارم براتون میگم لپام گل انداخته، دارم میخندم. خب یعنی یه دوئل خیلی خنددار و باحالیه که گذاشتم براتون، گفتم ببینید. یعنی خندتون میگیره اگه ببینید خدایی. ولی یه نکته رو بگم در رابطه با نحوه آشنایی خودم و نارکو بهتون بگم. اینطوری بود که بچه ها یه روز، اولا که همینطوری که میدونید خب خیلی آمون، چه حتی من چه حتی شما ممکنه با ویدیوهای نارکو این بازی با این بازی بیشتر آشنا شده باشیم، چون اون اوایل بیشتر بازی ها مغز بازی و اینا رو نارکو می‌ذاشتن. یوتیوبرای ایرانی مثلا آنچنان نبودن، خب این کسی نبود که فعالیت کنه، مثلا ما نبودیم، هیچ کدوم نبودیم اون موقعی که مثلا ویدیوهای نارکو بود و ما نارکو رو نگاه می‌کردیم و بازی می‌کردیم کالاف و اینا. ولی در کار اینطوری بود که آشنایی من با نارکو اینطوری بود که اولا ویدیوهاشو مثلا نگاه می‌کردم و اینا، تا یک روز بچه‌ها من داخل لیدربورد بودم و به صورت اتفاقی ما سه نفر بودیم، یعنی سه نفر استارت کردم، یه نفر رندوم باد می‌افتاد، نارکو افتاد یار ما. خب به صورت کاملا اتفاقی نارکو یار ما افتاد و اونجا بعد منم مثلا نفر اول جهان بودم. اون موقع مثلا الان نبود که مثلا هر کی میره نفر اول جهان میشه، زیاد مثلا کسی براش مهم نیست و اینا. اون موقع خیلی معروف بودم، مثلا خیلی براشون خیلی مهم بود. بعد مخصوصا خارجی‌ها خیلی نگاه می‌کردن که بعد ماشاءالله ایرانی‌ها هر چیزی که میاد انشو ببخشید خیلی بی‌تربیت شدم امروز در میارن، خب که دیگه واقعا چیزش در اومد و به فنا رفت لیدر بود. اون روز اومد تو اسکواد ما بچه‌ها، بعد منم ریکورد میکردم از گوشیم، هم خیلی ضعیف بود از طریق چون نارکو اومده بود تو بازی، داشتم ریکورد میکردم بازی و این کمپر رو نگاه اصلا ندیدمش. از اینجا به بعد رفتم نور سفر زیاد کردم. آره نارکو اومد تو اسکواد ما، منم ریکورد داشتم میکردم. اگه بدونین، اگه خیلی هاتون دقت کنین بچه ها، وقتی چیز میکنی اسمش چیه، وقتی ریکورد میکنی صدات باگ میشه. خب اگه بلد نباشی درست ازش استفاده کنی، وایست داخل بازی باگ میشه و این باعث شد که من مثلا فکر کنم که نارکو مثلا اصلا براش مهم نیستم یا چی، چون خیلی داشتم باش حرف میزدم او نارکو مثلا فلان فلان اینا، تو مثلا خیلی ازت دوست دارم نمیدونم چی، مثلا دیدین همتون خوال خیلیاتون با من میان بازی مثلا اینطوری به داش مسعود میگین. ولی خب در کل مثلا منم اینطور فازی داشتم. اون خب تو من یوتیوب اینا هم نداشتم، نه اینستای خاصی داشتم، نه چیزی، اصلا کلا این فازی نبود، فقط بازی میکردم. اینطوری اومد تو لابی و بعد من گفتم خدایا این چقدر سرده، چرا با من حرف نمیزنه اینا، که بعدها رفتم بهش پیام دادم و با هم دوست شدیم و تا چند وقت پیشم بازی میکردیم. که ولی بعد از یه مدتی، خب اگر دقت کنین هر یوتیوبری، خب بچه‌ها یه نکته رو بهتون بگم که شما هم بدونین در جریان باشین، هر یوتیوبری وقتی مثلا میخواد محتوا تولید کنه نیاز داره که تنها باشه، نیاز داره که یه تایمی رو برای خودش و برای ویدیوهاش و برای کلیپاش جدا نگه داره. خب مثلا الان خیلی از یوتیوبران دیدین اگه دقت میکنین نمیتونیم با هم بازی کنیم، دلیلش اینه که هر کسی محتوای خودش رو داره و هر کسی مخاطبات خودش رو داره، باید برسن به هم. خب بعضی هم حالا خب مثلا توی کامیونیتی کال آف موبایل اگه دقت کنین اینطوری نیست که بخوای مثلا بگی آره همه میتونن با هم بیان ویدیو بزنن، همچین کاری خیلی کم پیش میاد. سوال چند تا از بچه‌ها جدیدن دارن میکنن و واقعا خیلی قشنگه و دوست داشتم. یعنی باید کامیونیتی اینطوری باشه که با هم ویدیو بزنی، بازی رو جذاب‌تر کنی، وقتی با هم ویدیو می‌ذاری خیلی بازی جذاب‌تر میشه. آره دیگه قضیه اینجوری شد دیگه، منم نتونستم با نارکو بازی کنم، خیلی وقت نتونستم تا این اتفاقی که امروز افتاد. من داشتم پشیمونی پرچام ریخته، اینطوری بهتون برگام، پرچام، پشمام، همش هر چی داشتم و نداشتم ریخته. ببین چه اتفاقی افتاده، اینجوری هم نبوده بذارمش براتون، خب خیلی همین جلوتر براتون گذاشتم برسیم بهش. این ویدیو هم خیلی گیم پلی هم که الان امروز گذاشتم خیلی گیم پلی سطحیه. واقعا خیلی، یعنی واقعا پشمام ریخته بود بچه‌ها این حرکتی که امروز زد، یعنی من نمیدونم چی بگم. راستی بچه ها لایک و دکمه سابسکرایب رو حتما بزنین و بریم ادامه ویدیو رو ببینیم و ببینیم که داداشمون نارکو گیر داده به ما، چیکار داره با ما. خدا وکیلی این چه کاری بود که کردی، این چه حرکت زشتی بود،
این چه حرکت زشتی بود. بعد بر میگرده میگه که اوه مای فرند فکر میکنه من زده. ولی بچه اینو بهتون بگم، خب یه احترام خیلی خاصی مثلا من برای ماسکو قائلم. یه تیر دو کیل، یه تیر یه شات دو کیل، گودرت باید اینطوری باشه. نگاه کن داش مسید موومنت زنیم. بچه ها رسیدیم به اون تیکه که از نارکو میخوام براتون بذارم. این احتمالاً خب من دقیقا نمیدونم چجوریه جریانش، ولی نارکو مثل این که داشته سولو اسکواد بازی میکرده بعد اسم منو توی بازی میبینه. خب این اصلا من نیستم، این یاروی که الان اینجا نارکو میزنه، خب این یاروی اصلا من نیستم. نگاه کن چه موومنت، چه اسلو موشنی کرد، چه ادیتی زده روی این ویدیو. واو مسعود پانیشر رو زدم ترکوندم. یه همچین فکری داشته این کرد. نگاه کن این پانیشره بود. اوه مای فرند الان نگاه کن آخریه رو چطوری میزنه، بعد ببین این چی میگه. نگاه کن آخریه رو کاور شات میزنه. آه مای فرند My friend, this was OP. آره منم دوست دارم نارکو، عشقی امو نارکو، 500 سالته دیگه، با بکش بیرون از بازی دیگه، فسیل شدی. بچه ها نارکو شاید ندین ولی نارکو خیلی سنش بالاست. I love you نارکو. I think if you see this video I really love you and if you want we can play again like before but it wasn't me bro. I swear it wasn't me. Look at me now. I have a good device now. I'm not playing like before. I'm better than before. آره دیگه بچه ها اینم از امو نارکو که اومده زده یه پانیشر بند خدای دیگه یا نمیدونم، فکر کنم پاکستانیه یارو، نمیدونم کجایی بوده یارو اون پانیشر رو زده، بعد اومده میگه داش مسعودتون رو زده. داش داداش چی میگی؟ بچه ها اینو دیدم تو نمیدونین چقدر خندیدم اصلا به این که زده اصلا من بودم یا نبودم یا هرچی ایناشو ولش کن، فقط اینش خیلی برام خنده دار بود که بر میگرده میگه اوه مای فرند وای این خیلی برام خنده دار بود. یعنی یه جوری انگار چند ساله که دنبال اینه که منو بزنه. بابا چته تو نبارا چه گیری کردیم. نگاه کن یه دونه راش درست حسابی میدید داش مسی اینجوری. بعد رفقا برام بگین که ویدیو بعدی میخواین در رابطه با چی بذارم براتون. یه میتونم یه چند تا ترفند کاش لگ براتون بذارم که این سیزن جواب بده. نگاه کن من فکر کردم یارو کاور شات میخواد بزنه ولی کمپیده بود. داداشم بیا برو 20 تا زدم در گوشت. نگاه کن 20مین کیل زدم گوشت رفتی لابی. کاش یکم دیرتر میزدمش که اسکوادش برگردن. ولی این بود داستان آشنایی من با نارکو و اتفاقی که همین امروز افتاد. بچه این ویدیوش هم داخل اینستاگرامش گذاشته، همه تون میره تو این بریم ببینین. فقط امیدوارم این ویدیوم کپی رایت نخوری، یه تیک آهنگ روش بود، حالا دقیقا نمیدونم کمتر از 10 ثانیه بود، بعید میدونم کپی رایت بخوره. نگاه کن اینو چطوری میزنم، چیتری. نگاه کن چیتری. داداشم بیتر بیاد. این چه اسمیه گذاشت. نگاه یارو لاشخور اومد. عجب تو لاشخوری هستی جون، اومدیم ترکیه، این چه کار بدی بود کردی تو بی تربیت. خب بچه اون دکمه لایک و سابسکرایب رو یادتون نره بکنی. نگاه گانا رو اصلا کلن دیری فشار میاد به آدم، میدونی وقتی یه دونه کیل میزنی بعد یارو میاد بلندش میکنه جلو، اصلا دیری فشار بگلم فشار. نگاه ترپاش، یعنی من میدونستم این صدای ترپ انداختنش داشت میومد. آلکاتراز اومده بچه ها، بزنید به تلکنین بازی عشق کنین، لذت ببرین از بازی. آلکاتراز خیلی حال میده، خیلی عشق خدایی، یعنی فقط مپ به نظر من یکی از مپای خیلی خیلی خفن بازی آلکاترازه، یعنی واقعا وقتی میرم توش حال میکنم. ولی جدیدن یه جورای خرابش کرد. نگاه کن این همونی بود که بلندش کردی که من اینجا یه مقدار فشار دادم. خب اولیو میگیری چیکار میکنی؟ اینجوری میگیری روش میزنی. خب بعد دومیو میری چی؟ نایف میکنی. آخه این اسم تو گذاشتی اداره چی؟ اداره بی تربیت بی شخصیت. این چه اسمی آخه تو گذاشتی؟ یکی نیست بگه آخه مگه تو شعور نداری؟ مگه تو تربیت نداری؟ چه اسماییه که میذاریم خدا وکیلی؟ گیری کردیم ما. یا کن گدرتمند باشیم. خدای نارکو هم عجب فازی گرفته ها. یعنی رفتم امروز این استا دیدم بچه ها داشتن برام میفرستن. بچه ها میگفتن داشت شنسدیم فکر کرده تو رو زده. گفتم آره دیگه داشت محسود گدرتمنده.
نارکو. ولی بچه‌ها یه نکته بگم، خب حالا همه این حرفا رو زدیم، ولی نارکو یکی از اون خدایی پلیرهای خیلی قدیمی و واقعا احترام خاصی براش قائلم، مخصوصا توی رایفل زدن که خدایی یکی از پلیرهای خیلی قدرتمنده. یه دونه تکل سم اینجا داش مسعود براتون بزنه، چون فایت اوپن دارم میگم، چون کلا فضا بازه، خب باید دقیق دقتیرت خیلی بالا باشه، چون اینجا تو اوپن نمیکنی خیلی. خب دان دومش شاد رایفل مایفل می بود، باید از دور میزد. این آخریشون هم بزنیم بفرستیم لابی. این ویدیو رو هم همینجا به پایان میرسونم، خیلی دوستتون دارم، خیلی کوچیکی کوچیکی کوچیکینا. تا ویدیو، تا دور دیگه، بدرود.